به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. دوستان عزیز، در قدم نخست توجه کنید به خبر فوری. کشته شدن 13 جنگجوی طالب در فاریاب. از دو یورش موتربم در قیصار جلوگیری و 13 تروریست طالب کشته شدن. به گزارش سپوتنیک، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز 27 مقرب 1399 نوشت شب گذشته دشمن با بکارگیری از دو اراده واسطه مملو از مواد منفجره پلان داشتند تا یورش های موتربم را بالای منصوبان نیروهای دفاعی امنیتی در مربوطات مرکز ولسوالی قیصار ولایت فاریاب اجرا نمایند. نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر در قیصار موفق شدند این وسایط را پیش از رسیدن به هدف منهدم سازند. این وزارت در ادامه نوشته است که در جریان درگیری و انفجار موتر بمب‌ها 13 تروریست طالب کشته و 8 نفر دیگر زخمی گردیدند. یادآوری میکنیم که قیصار یکی از ولسوالی‌های ناامن ولایت فاریاب در شمال افغانستان است که در آن جنگجویان گروه طالبان حضور گسترده دارند. و همچنان به نقل از فیسبوک رابیه سادات، مارشال نبرد در خط نبرد، گفته می شود مارشال دوستم دیشب وارد میدان جنگ شده است. این در حالی است که طالبان شب گذشته بر چندین ولسوالی فاریاب حمله نمودند. به نقل از فیسبوک ناصر فرزام، در حمله طالبان بر ولسوالی قرمقل فاریاب شب گذشته فرمانده پلیس این ولسوالی و 4 نگهبانش جان باختند. به نقل از فیسبوک باتور دوستم، پیام تسلیت: با اندوی فراوان آگاهی حاصل نمودم که سفر رئیس و قمندان نیروهای محلی امرا با 4 تن از سربازانش در دفاع از خاک و ناموس ملی در برابر دشمنان مردم افغانستان در ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب جام شهادت نوشیدن. انا لله و انا الیه راجعون. من این درد بزرگ را به مردم ولسوالی 4گانه اندخوی، همسنگران و دوستان شهدا تسلیت عرض نموده، جای شهدا را بهشت برین می طلبم. سفر رئیس از جمله فرماندهان شجاع و ناترس بود که از سالهای درازی سینه‌اش را در برابر دشمنان مردم افغانستان سپر کرده و به خاطر تأمین امنیت جان مردم مبارزه نموده است. من شهادت وی و همراهانشان را ضایعه بزرگ دانسته و برای عاملین این رویداد نفرین میفرستم و به مجروحین این رویداد سلامتی آرزو میکنم. من یک بار دیگر ضمن نیکوهش این رویداد برای خانواده های شهدا صبر جمیل و اجر جزیل تمنا مینمایم. کاهش نیروها، رئیس جمهور غنی با وزیر دفاع امریکا گفتگو کرد. همزمان با اعلام کاهش سربازان امریکایی در افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با کریستوفر میلر وزیر دفاع امریکا تلفنی گفتگو کرده است. با گزارش سپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری شام روز سه‌شنبه 27 مقرب با نشر خبرنامه گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تا یک تماس تلفنی با سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا کریستوفر میلر صحبت کرد. در خبرنامه آمده در این مکالمه تلفنی دو جانب در رابطه به روابط دو کشور و پروسه صلح صحبت کردند. خبرنامه افزوده سرپرست وزارت دفاع امریکا همچنین به کیفیت حمایت دوامدار نیروهای نظامی امریکا از افغانستان تاکید کرد. در این مکالمه تلفنی مایک میلی، لوید رستیزی ایالات متحده امریکا نیز حضور داشتند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دستور داده است که در چند هفته آینده 2000 نظامی امریکایی از افغانستان و 500 نظامی دیگر از عراق به امریکا برگردانده شوند. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت تا 15 جنوری شمار نظامیان ما در افغانستان به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. شمار قوای ما در عراق نیز تا عین تاریخ به 2500 نفر خواهد رسید. در حال حاضر حدود 4500 نظامی امریکایی در افغانستان و 3000 نظامی دیگر این کشور در عراق مستقرند که بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و عراق را آموزش و مشورت می‌دهند.
در شرط جامعه جهانی برای ادامه کمک ها به افغانستان. دولت افغانستان در شرط جامعه جهانی برای ادامه این کمک ها را اعلام کرد. به گزارش سپوتنیک و نقل از رسانه ها، کمک های تعهد شده جامعه جهانی به افغانستان تا دو ماه دیگر به پایان می رسد و قرار است نشست جنوب و با مشارکت وزرای خارجه حدود 70 کشور حامی مالی افغانستان به رهبری امریکا در تاریخ 23 نوامبر برگزار شود. در حالی که دولت افغانستان به شدت به کمک های خارجی وابسته است، حنیف ادمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز اخیراً هشدار داده که خطر عدم ادامه کمک های جامعه جهانی وجود دارد. ادمر گفته بود که کشورهای حامی مالی افغانستان در شرط اساسی برای تداوم کمک ها تعیین کردند، اما وی جزئیات درباره این شروط ارائه نکرد. با این حال وزارت خارجه افغانستان به تازگی شروط جامعه جهانی از شامل مسائل مهم هستند را اعلام کردند. اول، حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 19 سال گذشته. دوم، استقرار آتش بس فراگیر. سوم، تعهد دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر. چهارم، تعهد به مذاکرات صلح و تطبیق مفادان. پنجم، مبارزه معنادار و عینی با فساد. ششم، احترام به تعهدات بین‌المللی و نهادهای دولتی افغانستان. هفتم، پیروی از اهداف توسعه پایدار ملل متحد. هشتم، جلوگیری از استفاده توریست‌ها از خاک افغانستان علیه سایر ملل. نهم، ادامه چارچوب پاسخگویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعه جهانی. دهم، تسهیل فعالیت‌های توسعه‌ای و بشردوستانه از جمله رفع موانع و مالیات غیرقانونی از راه فعالیت‌های کمک رسانی. بیانیه وزارت خارجه افغانستان می‌افزاید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود را متحد و مکلف تحقق و برآوردن موارد عنوان شده از جانب جامعه جهانی دانسته. این تعهد و تکلیفش را در کنفرانس افغانستان و جنوب بار دیگر تجدید خواهد کرد. کمک های تعهد شده جامعه جهانی به افغانستان تا دو ماه دیگر به پایان می رسد و قرار است نشست جنوب و با مشارکت وزرای خارجه حدود 70 کشور حامی مالی افغانستان به رهبری امریکا در تاریخ 23 نوامبر برگزار شود. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.